سلام رفقا، چه خبر ها؟ این ویدیویی که دارید میبینید در مورد اتفاقات و حواشی دنیای کشتی کجه. پس قبل از شروع ویدیو رو لایک کنید و اگه تازه با کانال من آشنا شدید روی دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. تو شو را در ماه جولای لیورگان توسط ریا ریپلی دچار مصدومیت از ناحیه شونه شد که از این اتفاق حدوداً 3 ماه میگذره و به تازگی راکل رادریگز همتیمی موقتی لیو در رابطه با وضعیت مصدومیت لیورگان صحبتی داشته و گفته من با لیو صحبت کردم و اون حالش خوبه و داره مراحل بهبودیش رو میگذرونه، رویه خیلی خوبی داره و به شدت مشتاقه که به رینگ برگرده. من از تاریخ بازگشتش اطلاعی ندارم ولی احساس میکنم زودتر از چیزی که ما فکر میکنیم لیو مورگان به رینگ مسابقات بر میگرد. کمپانی WWE اعلام کرده که رویدادی به نام بشین برلین به عنوان اولین پریمیوم لایو ایونت WWE در آلمان قرار رو در تاریخ 31 آگوست 2024 برگزار بشه. این رویداد در استادیوم 58000 نفری مرسدس بنز در برلین برگزار میشه و به زودی بلیط فروشی این رویداد آغاز میشه. کمپانی WWE طی 12 ماه گذشته 4 رویداد رو به صورت بین المللی برگزار کرده که گفته شده قراره در سال 2024 رویدادهای بیشتری به این شکل برگزار بشه. قبلاً نیک خان و تریپل اچ به این موضوع اشاره کرده بودن که قراره تقریباً در تمام دنیا یه رویداد برگزار کنن. به تازگی ویدیویی از یه مسابقه تک تیم منتشر شده که در این مسابقه راندا راوزی حضور پیدا میکنه و در کنار دوستش مارینا شفیر در مقابل بریان و تایا قرار میگیره. توی این مسابقه راندا راوزی با جای انکل لاک به روی بریان کنریک برنده مسابقه معرفی میشه و بعد پایان این ایونت حضور راندا راوزی برای ایونت رسلینگ ریولور که قرار در تاریخ 16 نوامبر برگزار بشه ثبت میشه. طبق گفته دیو ملزر کار راندا راوزی رسماً با WWE به پایان رسید و آزاده که توی کمپانی‌های مختلف حاضر بشه که در حال حاضر راندا ترجیح داده توی کمپانی محلی حضور داشته باشه. آخرین مسابقه راندا در WWE مسابقه به نام MMA Rules در مقابل شینا بیزلر بود که اگه دوست داشتید مسابقه رو ببینید روی لینکی که بالا ظاهر میشه کلیک کنید. تو هفته ای که گذشت وینس مکمن و اندرتیکر برای تماشای مسابقه بوکس تایسون فیوری در مقابل فرانسیس در ریاض عربستان حاضر شدند. در طی حضور این دو در عربستان مصاحبه ای باشون انجام شد و وینس مکمن در طی این مصاحبه عربستان رو به عنوان خونه جدید WWE معرفی کرد. همچنین این کشور رو به دلیل ارائه کردن جنبه‌های سرگرمی ورزش تحسین کرد و جالبه بدونی در حین تماشای مسابقه وینس مکمن و اندرتیکر در کنار امینم و مایک تایسون نشسته بودن. طبق گزارش فایت فول وینس و اندرتیکر بعد از پایان مسابقه سریعا به آمریکا برگشتن، چرا که قرار وینس و همراه آری امانوئل مدیر عامل شرکت اندور دوباره در عربستان حاضر بشه و از نزدیک شاهد برگزاری رویداد کراون جول باشن. جی جی دالن کشتیگیر کمپانی WWE که در حال حاضر در شو NXT فعاله از طریق اینستاگرام اعلام کرده که با زکری ونس کشتیگیر ایمپکت رسلینگ نامزد کرد. جالب بدونید زکری ونس قبلا با نام نش کارتر در NXT فعالیت میکرد و بخشی از تکریم MSK به همراه وسلی بود، اما در سال 2022 به خاطر یه سری مسائل اخلاقی از WWE اخراج شد. طبق گزارش فایت فول قرارداد درو مکینتایر با کمپانی WWE حدوداً 5 ماه دیگه به اتمام میرسه و هنوز کمپانی با درو مکینتایر برای تمدید قرارداد مذاکره‌ای نداشته. در این گزارش گفته شده در سال 2024 قرارداد کشتیگیرای بزرگی مثل بکی لینچ با کمپانی WWE به پایان میرسه و تا الان هیچ مذاکره‌ای برای تمدید قرارداد با این کشتیگیرا صورت نگرفته. در صورتی که درو مکینتایر قرارداد جدیدی با کمپانی WWE امضا نکنه درست قبل از برگزاری رسلمنیای 40 میتونه از کمپانی جدا بشه و به کمپانیای دیگه‌ای بپیونده. با این حال فایت فول در گزارشش گفته احتمال اینکه درو مکینتایر از WWE جدا بشه پایین و شرایطش در حدی نیست که بخواد از کمپانی جدا بشه.
کمتر از یک ماه تا برگزاری رویداد سروایور سریز فاصله داریم و تمام بلیط‌های این رویداد به دلیل شایعات بازگشت سی ام پانک به فروش رفت و بیش از 16,000 نفر از نزدیک این رویداد رو تماشا خواهند کرد. به تازگی با سی ام پانک مصاحبه انجام می شود و طی این مصاحبه از پانک پرسیدن که در سروایور سریز برمیگرده یا نه، که سی ام پانک در جواب این سوال گفت اونا از من میپرسن اونجا هستم یا نه، فکر کنم سولد اوت شده و خرید بلیط سخت باشه. نمیخوام کسی رو ناامید کنم، اما من فقط تو خونم نشستم و از هوای شیکاگو لذت میبرم. توی خانواده‌ام یه مصدوم داریم و سعیم ربات پاره کرده و من به معنای واقعی با اون وقت میگذرونم. میدونم که دیوونه کنن به نظر میرسه، اما اون مثل پسرم و من ازش مراقبت میکنم. سی ام پانک در طی این مصاحبه از کلمه نه استفاده نکرد، در نتیجه به صورت کامل شایعات حضورش در سروایور سریز رو تکذیب نکرد. با توجه به گزارش منابع و شایعات مختلف، به احتمال زیاد مذاکراتی بین پانک و دبلیو صورت گرفته، ولی این مذاکرات کاملا مخفی انجام میشن و فقط افراد بالا رده کمپانی از روندش باخبرن. همچنین گفته شده قرار نیست رومن رینز در سروایور سریز امسال حاضر بشه و منابع گفتن این رویداد به اندازه کافی قرار بزرگ باشه که نیازی به حضور رومن رینز در این رویداد نیست. گریسون والر اخیراً در برنامه The Bump حضور داشت و راجع به رابطه تیلور سویفت و تراویس کلسی صحبت کرد و گفته تیلور سویفت در بهترین حالت نمره 6 رو از نظر جذابیت میگیره و تراویس کلسی میتونه کسایی بهتر از تیلور سویفت رو پیدا کنه. این پایان ماجرا نبود و گریسون والر مدتی بعد در توییتی گفت سویفتی ها که به عنوان طرفدارای تیلور سویفت شناخته میشن زشت ترین بازنده های سوشال مدیا به حساب میاد. به نظر میرسه این توییت و حرفای گریسون والر در The Bump واکنش شدیدی داشته، چون مدتی بعد گریسون والر ویدیویی با عنوان من متاسفم منتشر کرد و به سبک خودش معذرت خواهی میکنه. گریسون در این ویدیو گفت این 24 ساعت دیوونه کننده بود. میدونم خیلی از شوخی که در The Bump راجع به تیلور سویفت کردم ناراحتن. برای کسایی که جدید هستن باید بگم اسم من گریسون والر. میخوام همه چیز رو خلاصه کنم. من متاسفم که خودتون رو با یه زن دیگه و دستاورداش تعریف میکنید. صادقانه بخوام بگم این موضوع تا حدی ناراحت کننده است. حالا من کلی اسکل توی دایرکتم دارم که میگن من از دست صفرم. کشی رو به حرفه‌ای ها بسپارید و برید به مسائل دوستی های بی خود مثل یه سری بچه 4 ساله بچسبید. او گربه تیلور پول بیشتر از تو در میاره. اولا فقط دو نوع از مردم گربه دارن، جادوگرها و زنای دیوونه. دوما با وجود اینکه همه چیز منفیه، وقتشه که مثبت اندیشی بکنم و این کاریه که من انجام میدم و من چیزای مثبت میارم. اگه کسی قبلا مجبور به مقابله با این مسائل شده، میخوام بدونید که هیترها همیشه هیت خودشون رو میدن. در ادامه گریسون والر یکی از آهنگای تیلور سویفت رو پخش میکنه و مسخرهش میکنه. این بود اخبار دنیای کشتی کج. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بغل کنید. و این امکان وجود داره که از طریق سایت raymeets.ir/thegame@rubal6 دونیت کنید. و تا ویدیوی بعدی خوش خبر باشید.